آقای مصداقی، دولت سوئد اعلام کرد نخست وزیرش که حمید نوری رو که در دادگاه عالی سوئد هم حکم حبس ابدش تایید شده بود آزاد کرده در قبال آزادی دو شهروند سوئدی، یک سوئدی ایرانی سعید عزیزی و یک دیپلمات اتحادیه اروپا که شهروند سوئد آقای یوهان فلودروس. شما بارها گفته بودید که دولت سوئد مشکله که همچین کاری بکنه. چه شد که تن به این معاوضه داد؟ ببینید، از ابتدا خب مشخص بود که ما برخلاف منافع دولت سوئد، برخلاف منافع اتحادیه اروپا حرکت کردیم و در واقع یک غیر ممکن رو ممکن کردیم. من بارها توضیح دادم که یکی از حراس‌های من این بود که دولت سوئد یا دستگاه امنیتی سوئد از ابتدا متوجه طرح و برنامه ما برای دستگیری حمید نوری بشه. به همین علت بود که پرونده رو ابتدا در انگلستان به جریان انداختیم برای اینکه بتونیم یه طرف حساب دیگه هم داشته باشیم و عملا پای یک دفتر حقوقی در خارج از سوئد هم به میان اومده باشه. اینها حراس‌هایی بود که ما از ابتدا داشتیم به خاطر سوابقی که سوئد داشته در معامله با نظام جمهوری اسلامی، به خصوص در موضوع موارد تروریستی و حتی مسائلی که در خود خاک سوئد اتفاق افتاده. موضوعش برمیگشت به بازگردوندن یک تروریست رژیم که در سوئد دستگیر شده بود در سال 1990 برای تلاش جهت ترور سفیر عربستان در سوئد. ببینید، متاسفانه دولت سوئد سابقه در این زمینه زیاد داشته، ولی مسئله اصلی اینه که در واقع دولت سوئد بر خلاف حکم دادگاه سوئد دست به چنین کاری رو زده. یادمون باشه که نظام جمهوری اسلامی مطلقاً خواهان چنین مبادله‌ای از ابتدا نبود. اینو یادمون باشه که دولت جمهوری اسلامی میتونست بعد از دادگاه حمید نوری در دادگاه بدوی هم چنین معامله‌ای رو صورت بده. میتونست بعد از دادگاه تجدید نظر چنین معامله‌ای رو صورت بده. میتونست در واقع خیلی قبل‌تر چنین به زعم خودشون موفقیتی رو به دست بیاره، ولی چرا نکرد؟ چرا دو سال بیشتر دادگاه؟ چرا این همه خبرهایی که در رسانه‌های بین‌المللی اومد، این همه موضوع حمید نوری زیر نور در واقع حقیقت قرار گرفت؟ چرا؟ به خاطر اینکه دولت جمهوری اسلامی میدونه که این پرونده براش دردسر هست. دولت جمهوری اسلامی میدونه که پرونده جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که در سوئد باز شده میتونه پای بسیاری دیگر رو به میان بکشه و میدونن که این فتح بابی است. پس بنابراین از ابتدا به دنبال تبرئه حمید نوری و آزادی حمید نوری بودن. وقتی که در همه این موارد شکست خوردن، اون وقت بود که با پای معامله با دولت سوئد رفتن و عملا دولت سوئد هم باید توجه بکنه. ما هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده، چون روز 30 ماه می در واقع وزارت دادگستری سوئد اعلام کرد که دولت لایحه‌ای رو به مجلس داده برای اینکه زندانیان خارجی در کشورهای خودشون تحمل کیفر بکنن برای صرفه جویی اقتصادی و و و. این بهانه بود که دولت سوئد جور کرده بود، اما قرار بود که این لایحه بر سال آینده به مورد اجرا گذاشته بشه، جولای سال آینده. ما نمیدونیم از روزی که وزارت دادگستری سوئد در روز 30 ماه می این اطلاعیه رو داده تا امروز که تقریبا 16 روز میگذره چه اتفاقی افتاده که اونها سراسیمه این مبادله یا معامله رو صورت دادن. ولی این قانون نیست که وزارت دادگستری قبلا خبرش رو داده بود. خب گفته میشه که دو نفر سوئدی آزاد شدن در قبال آزادی حمید نوری، ولی یک نفر دیگر که از هم
که سالیان زیادی است با حکم اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی است، دکتر احمد رضا جلالی و همچنین دو سوئدی دیگر، کوین گیلبرت و سیمون کاسپر، اینا آزاد نخواهند شد. دلیل اینکه بویژه احمد رضا جلالی در این مبادله اسمش قرار نگرفته چی میتونه باشه؟ ببینید، من فکر میکنم عجله دولت سوئد بوده برای این مبادله، در حالی که میتونستن روی این مسئله چانه زنی کنن و سوئدی های دیگر رو هم در لیست آزادی ها قرار بدن. اتفاقا سوال اصلی هم اینجاست که اگر معامله صورت گرفته، چرا برای همه سوئدی ها در نظر گرفته نشده و چرا فقط دو نفر؟ بحث اصلی همینجاست و این نشون میده که طرف سوئدی عجله داشته در این زمینه و به خاطر همین چانه‌زنی های لازم رو نکردن. چه بسا اگر فشار بیشتری می آوردن بر سر معامله، این معامله در ارتباط با همه سوئدی هایی که در ایران امروز زندانی یا گروگان هستن صورت می گرفت، ولی خب متاسفانه این کار رو صورت ندادن. چند روز قبل از اینکه این مبادله یا معامله اعلام بشه، پلیس سوئد گفت که یک روزنامه‌نگار ایرانی، آقای مهران عباسیان، رو به خونه امن منتقل کرده زیرا خطر ترور او وجود داشت. این مثلا ربطی میتونه به این معامله داشته باشه به نوعی؟ ببینید، لزوماً نه. من فکر میکنم اتفاقا این بخشی از سیاست دولت جمهوری اسلامی برای هراس افکنیه، به خاطر که اگر ببینیم به اصطلاح عملیات های متعددی نظام جمهوری اسلامی قرار بوده در اروپا انجام بده یا در واقع سرنخ های از این نوع عملیات ها بوده ولی تماما با شکست مواجه شده، یا اینکه در واقع به نوعی دولت ها قبلا اقداماتی رو صورت دادن. من تصور میکنم بخشیش برمیگرده به سیاست خود دولت جمهوری اسلامی برای اینکه میخواد اون حراس رو ایجاد بکنه ولی عملیات رو انجام نده که تبعات بیشتری دامنش رو نگیره، اما جو رعب و وحشت رو ایجاد کنه که دارای چنین توانمندی هست یا به دنبال چنین کارهایی هست. حالا چند بارش ناموفق بوده، حتما دفعات بعدش موفق خواهد بود. من تصور میکنم تو این رابطه بوده، ولی خب اگر نگاه کنیم یک فرانسوی هم روزهای گذشته آزاد شد و این نشون میده که این موضوع بخشی از سیاست اتحادیه اروپا است و یک توافق جمعی برای این مسئله هست. حالا امروز بخشی شما تو سوئد دیدی. شما اشاره کردید که خب این لایحه‌ای که وزارت دادگستری سوئد داده هنوز به بحث گذاشته نشده، سال آینده باید به بحث گذاشته بشه. فکر نمی کنید بدون تصویب این لایحه از سوی مجلس سوئد به نوعی دولت سوئد استقلال قوه قضاییه خودش رو زیر سوال میبره؟ خب بله، کاملا درسته. اتفاقا از پیش از این هم وکلای ما تاکید میکردن که این یک شکست بزرگ برای سوئد خواهد بود چنانچه بخواد دست به چنین کاری بزنه، برای اینکه این پرونده بیش از 4.5 سال برای دولت سوئد هزینه داشته، جدا از هزینه های مالیش هزینه های سیاسی که داشته و عملا این همه دادگاه، میدونید بزرگترین پرونده تقریبا در این زمینه در ارتباط با دولت سوئد هست و به غیر از این در تاریخ سوئد هم یکی از بزرگترین پرونده هایی است که تاکنون بهش رسیدگی شده و عملا چنین کاری یا چنین معامله‌ای در واقع زیر سوال بردن همه تلاش‌هایی است که در طول این چند سال دستگاه قضایی سوئد انجام داده و فشارهایی است که دستگاه قضایی سوئد متحمل شده و این یک شکست بزرگ قبل از هر چیز اخلاقی برای دولت سوئد. با سپاس فراوان از همراهیت. خیلی ممنونم.